سلام دوستان، وقتتون به خیر باشه. در طول سالهای گذشته نشستی علیه ایران در نقطه از دنیا برگزار شد. خیلی عجیب و غریب بود که این نشست رو یک کسایی که لشکر فارسی زبانه یک دیکتاتور بودن در کشور فرانسه برگزار میکرد. فرانسه هم مقاماتی رو اجازه میده برن تو این نشست. داشت میفهمید داری چی کار میکنی؟ مثلا اینا لشکر فارسی زبان یه دیکتاتور بودن، دیکتاتور جنایت میکرده، جنایت‌های وحشتناک، مشکلی نداری؟ نه مشکل نداره. آدم میکشن مشکل نداری؟ نه مشکل. چه مشکلی داشته باشه؟ همه چی عالی، همه چیز. مگه فرانسوی کشن؟ مگه چشمابی کشن؟ مگه موطلایی کشن؟ مگه به کشور خودشون خیانت کردن؟ حتی حالا بگردین توی جوانهای ما هم خوشتیپ و خوششهره و با غیرت و با شرف و وطن پرست، اونها که در مقابل صدام ایستادن و به دست این خائنین شهید شدن کم نیستن. ولی به عجب به ملیت اونا کاری نداشته که به اونا خیانت نکرده، که به کشور خودش خیانت کرده، به کسی ربطی نداره. فرانسه هم اجازه میده آزادی دیگه، آقا اینجا بشینن جلسه بذارن، جلسه برگزار بکنن، درباره مسئله تاریخی حق نداری صحبت بکنی، درباره بعضی مسئله تاریخی تو فرانسه حق نداری صحبت کنی، آزادی نیست. میدونید کدوم مسئله میگم دیگه؟ اینجا ممنوعه، من نمیتونم به اسمش اشاره بکنم. درباره بعضی از چیزایی که اونا میگن کشتکشا بوده، نسل‌کشی بوده، فلان بوده، ولی درباره اینا اگه اینا خیانت بکنن حق دارن اونجا مراسم داشته باشن، حرف بزنن علیه کشور. سالهاست جرئت نکردن برگزار بکنن در فرانسه و فرانسه محدودیت‌هایی رو گذاشته. آلبانی برگزار میکرده، آلبانی هم سال گذشته نتونست برگزار بکنه به دلیل اتفاقات حالا حاشیه‌هایی که پیش اومد در اون کشور، بی‌عرضگی‌هایی که خود این فرقه هم داشتن، با این همه امکاناتی که گرفتن توان برگزاری یه دونه نشست رو اینا نداشتن سال گذشته و سال گذشته برگزار نشد. امسال چیزهایی از داخل فرقه به بیرون درس پیدا کرده که اینها به گوش خانواده ها رسیده. بچه ها از داخل فرقه به خانواده ها اطلاع دادن و به رفقای خودشون که بیرون از فرقه هستن، از فرقه جدا شدن، که آقا فرانسه امسال میخواد این نشست رو برگزار کنه. فرانسه قرار هست. مکرون دیگه زده به سیم آخر. داداش تو مدرسه برو قابلمه ای، برو قابلمات جمع کن. قابلمه رو ممنوع کردی متی که دارید علیه ما گستاخی میکنی. هر سال یک رفت و آمدی در فرانسه، یک خیابانی داشتن اینا دست تکون میدن برای مردم. امسال مردمی نبود، مردمو کرده بودن تو خونه هاشون، مکرون برای خیابان خالی دست تکون میداد. تو داری برای ما آتش افروزی میکنی؟ عاقبت نداره این بازی، این بازی عاقبت نداره. خب فرانسه به این جمعندی رسید که آقا دیگه بزنم آتیش، بزنم به مالم این خائنین رو هم بیارم. با قومی کله که نشستم، اون که جلسه گذاشتم، بعد دیگه کفگیر خورده بود، ته دیگه سناتورم فرستادن با رضا دیدارو کنه، یادتون هست؟ حالا میخوان نشستی هم با فرقه رجبی برگزار بکنن و به نوعی به اینها هم رسمیت بدن. فرقه رجبی هم احساس کرده به این نیاز داره. چرا؟ چون اینها هم کمی تا حدودی ترسیدن. آقا رضا پهلوی با این جلسه گذاشون تجمع برگزار کردن، اون یکی رفت فلان جا رو دید، یکی رفته اسرائیل، منم باید بتونم خودم اثبات بکنم، یه همایشی برگزار بکنم، یه جمعیتی بیارم توی سالن، یه هورایی بکشیم، بعد بگیم ما هم هستیم، ما هم حضور داریم. تا اینجاش بحثی نیست، تا اینجاش نکته نیست و در مسیر دشمنی همه اینها و حتی بدتر از اینها رو ما از این خائنین و وطن فروشا اگر ببینیم تعجب نمی کنیم. مسئله اینجا هست که مادرانی در مقابل فرقه و در مقابل یک افریته خائن قد علم کردن. حرف اصلی اینها این هست که ما فرزندانمون رو می خواهیم. صلیب سرخ و کجا و کجا و جامعه جهانی اینا نشست برگزار میکنن، به وضعیت حقوق بشر در جاهای مختلف میرسن. آقا یه فرقه یه بچه های یه ملت رو دزدیده برده، مغزشویی کرده، علیه خودشون داره استفاده میکنه. الان ممکنه بچه های توی فرقه باشن به اون بچه های این حرف زده بشه که ایدئولوژی ما ببین چقدر پاک است، که اگر یه نفری از بیرون بوده با وجود اینکه ما رفتیم خیانت کردیم به کشور، اون کنار صدام ایستادیم، ایدئولوژی انقدر پاک بوده که او جذب ما شده. القاعده هم وقتی نیروهاش دور هم میشینن با هم صحبت میکنن، به عالم نگاه میکنن، همینو میگن. داعش هم وقتی نیروهاش جمع میشن دور هم به هم نگاه میکنن، میگن ببین ما ایدئولوژیمون پاکه، دنیا نه بابا، دنیا توی فاز دیگه ایه. چهار تا رفیقی هم که درگیر مسئله اعتیاد هستن، یه گوشه وقتی بشینن با هم صحبت بکنن، میگن آقا این چیزی که ما داریم میزنیم و این کاری که این از همه چی مشتی تره، دنیا اصلا نمیفهمن آقا کیف عالم چیه. نه داستان این شکلی نیست عزیز من، این مخدری است که از طریقش دهی رو نابود کردن، تبدیل کردن به خائنین به وطن، حالا بخششون دارن میفهمن، اینا رو اسارت گرفتن برای اینکه خارج نشوند و دنیایی را آگاه نکنند. خانواده ها، مادرها به میدان آمدن، مادرها به میدان آمدن. خلاصه حرفشون هم یه چیزه، میخوایم بچه هامونو ببینیم،
نمیخوایم برش گردونیم، نمیخوایم باورش رو عوض کنیم، نمیخوایم بهش بگیم که به اصطلاح خودمون از مسیر دست بکش. ما میخوایم بچه هامون رو ببینیم آقا این مشکل داره، کجای عالم هست که کسی و مادری جرمش دیدن فرزندش باشد؟ اینا الان موجه من از نگاه فرقه، چون میخوام بچهشون ببینن. فرانسه با فرقه جلسه میذاره، اون یکی جلسه میذاره، کنگره اینا هم کجا جلسه میذاره؟ هیچی هستم که آقا یه سری آدم اینجا هست، تو ساختارت رو بر دوش کسانی بنا کردی که اینها فرزندان مادرانی هستن که سالیان سال چشم انتظار اینها بودن. یکی از این خانواده ها تعریف میکرد، میگفتش که پدر خانواده که میخواست از دنیا بره، حالا فیلم ها رو میذاریم صحبت خانواده ها رو خواهیم شنید، یه حال پدر خیلی وخیم بود و پزشکا به ما گفتن که اعضای خانواده رو دیده. میگفتیم که بله این همه رو به اصطلاح خودمون دیده، اومدن با شیدار کردن. بعد معذرت میخوام این شکلی میگم، میگه سوال این بود که خب پس چرا روح از پیکر جدا نمیشه؟ مگه منتظر کسیه؟ آخه دیگه همه رو اگه دیده روح اینجور وقت، آخه یه وقتی هست آدم ببخشید یه انتظار این شکلی داره. خیلی ها فکر میکنم اگر لحظات آخر انسان هایی رو دیده باشن این حرف منو میفهمن، انگار منتظره و این روح منتظر هست یک ودایی با یک نفر دیگری بکند و برود. ایشون یکی از این خانواده تعریف میکرد، میگفتش که این چندین بار هی پزشک براش تعجب شده بود که آقا این یک انتظاری داره، قطعا این یک انتظاری داره، ولی نمیشه که شما همه در کنارش باشید و او در لحظات آخر همچنان داره این سختی احتضار رو میکشه. و میگه برگشتم گفتم که بله، منتظر فرزندی هست، این فرزند سالیان سال از وطن جدا بوده، از خانواده جدا بوده، از کشور خودش جدا بوده و اون منتظر دیدنش بود، نتونست ببینه. خیلی از خانواده ها و خیلی از پدر و مادرها این شکلی با این دنیا ودا کردن، فرزندانی داشتن، اون فرزندان الان داخل فرقه هستن، فرقه از آنها برای خیانت استفاده کرد و این پدر و مادرها هیچ وقت موفق نشدن یک لحظه این فرزندان رو ببینن. میخوایم بریم با بخشی از صحبت‌های خانواده ها همراه بشویم، ببینیم که پیرامون این فاجعه عجیب و غریب که عالم هیچ چیز درباره‌اش نمیگه چه صحبت‌هایی دارن و چه نکاتی وجود داره. ببینیم ویدیو رو، برمیگردیم نکاتی رو مرسام کرد. الان مدت 44 ساله که از من دوره، به فرقه رجوی ملحق شده، نه تلفن، نه صحبت، نه هیچ نامه، چیزی، هیچ تماسی با من نداره. تو را به خدا از صلیب سرخ میخوام که تو را به قرآن قسم که یه رحمی به ما مادرها بکنه. سالیان ساله تاثیر داره روی صحبت ما مشاهده میکنی که این فرزندان از خانه به دور بودن. تک تک اینها در اون بازه زمانی که رفتن جوانان رعنایی بودن، به اینها گفتن که میخوایم بریم کشورمون رو آزاد کنیم. کشورش رو از چی آزاد کنه؟ حالا باشه میخواد کشورش رو آزاد کنی، باریکلا کشورش رو میخوای آزاد کنی که آره صدام وایسادی میخوای کشورش رو، میشه مگه همچین چیزی؟ آخه صدام شرق و غرب عالم این رو بی همه چیز میدونستن. تو چجوری فهمیدی با کمک یک بی همه چیز میشه ایران رو آزاد کرد؟ فقط یک بی همه چیز میتواند در کنار یک دشمن کثیف در مقابل کشور خودش بیسته. این بچه ها رو نابود کردن، بردن در مسیری که این مسیر خیانته. مادرها ثانیه ها، ببین در لحظاتی که ما درگیر هستیم ادهی ثانیه ها، لحظه ها، ساعت ها، روز ها دارن تلاش میکنن برای اینکه فرزندان به کشور برگردن. آقا در کسانی که تو حوزه وکالت کارها کردن، اینا که در حوزه مثلا مسائل بین المللی این چیزی سر در میارن، بچه تو ایران کسی برای اینا کاری کرده؟ کسی فکر کرده که خودمون بریم یه کاری بکنیم؟ آقا حکومت رو ولش کن، اینا هموطنای ما هستن. برای عشق این مادرها کسی کاری کرده؟ اصلا کسی رسمیتی قائل هست برای این قضیه؟ کسی میفهمه این داستان رو؟ اینا در سکوت کامل خبری و مظلومیت دی دارن فریاد میزنن که فریاد زده باشن. بریم ادامه صحبت‌ها رو با هم دیگه ببینیم. این بخش از صحبت خانم ثریا عبداللهی هست، ببینیم برمیگردیم نکاتی هست. جدا شده از فرقه رجوی که سند و مدرک و شاهد عینی هستند که فرزندان ما چگونه شکنجه روحی و جسمی شدند و حتی در این فرقه به عمد کشته شدند. روی صحبت بنده تصاویر جوانهایی رو دارید مشاهده میکنید که اینها حق ما دیدار با اسیران ما، با گروگان های ما، با
خواهیم لحظه فرزندان خود را ببینیم. ملاقات حضوری حق مسلم ماست. اصلا طنزه. شما هر کجای عالم بری بگی یه گروهی هستن که مثلا نماینده های کنگره آمریکا با اینا دیدار کردن توی کنگره مثلا فلان کشور، جلسه فلان کشور تو کانادا، این ور اون ور دعوت کردن، سرکردهشون رو با اینا دیدار کردن، جلسه گذاشتن. بعد اینا یه سری آدم رو در داخل ایران داریم که مطالبهشون از اینا اینه که اجازه بدید ما ملاقات حضوری با بچه‌مون که اونجا هست بکنیم. شما بگه همچین کسانی در عالم هستن، غربم با اینا هیچ مشکلی نداره، اینا هم پرچمدار حقوق بشر میدونن خودشون رو با دستانی که آلوده است به خون 317,000 ایرانی. به شما میخندن میگم مگه میشه همچین چیزی؟ بله همچین چیزی هست. نه فرانسوی و غربی و مثلا اروپایی که نکشی کسی مثلا نگران اینها باشه. این وضعیت خانواده اسرای فرقه است. 4 تا بچه گیر میارن اینجا، یک پولی پرداخت میکنن، اینا رو به کارگیری میکنن، داریم با رژیم میجنگیم. بعد تو تخیل خودشون توی فرقه مثلا وقتی میخوان گذاشکار بودن میگن رفتیم جوانان رو جذب کردیم. از داعش کار بیشتری انجام دادی. خب داعش هم تعدادی جذب بشه نشانه حقانیته؟ نشانه این هست که خیانته به وطن و تبدیل شدن به لشکر فارس زبان صدام از پیشانی شما برداشته میشه؟ هرگز همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. شما کردکش‌های خائنی که کنار صدام همه کار کردین، از کردها نسل‌کشی کردین، مثل بلایی که سر هموطن‌های خودتون آوردین، امروز هم کنار مهتدی و خائنای از این دست میگید که نه ما مثلا به دنبال اتحاد هستیم برای فردا ایران. شما از انسانیت دم میزنید، از حقوق بشر دم میزنید، از شرافت دم میزنید. اگر همه اینها در فرقه وجود دارد که ما یقین داریم وجود نداره، شرایطی رو فراهم بکنید مادرها فرزندانشان رو ببینند. آقا در غرب کسی حاضر هستین رو پیگیری بکنه؟ در حقوق مسئله حقوق بشر مهمه دیگه، کسی حاضر همچین چیز؟ اصلا همه اینها یک شعار دوستان، همه اینها دروغ بزرگی هست. شک دارید به عشقهای مادرانی نگاه بکنید که بر زمین ریخته میشود و کسی نیست پاسخگوی آنها در عالم باشه. ببینیم ادامهش رو، برمیگردیم نکاتی رو. بچه های ما ملاقاتی ندارن، بچه های ما رو اجازه نمیدن ملاقاتشون کنیم. آی سازمان حقوق بشر کجا هستید؟ آی سلیم سرخ کجا هستید که صدای ما مادرها رو بشنوید؟ شمایی که سالهای سال تو کشورهای اروپایی پاریس برنامه میذارید، گیر هوایی میکنید، دور هم دیگه جمع میشید، آیا جرأتشو دارید یکی از ماها رو هم دعوت کنید؟ من مادر و این خانواده ها رو دعوت کنید؟ آیا جرأتشو میکنید؟ همین اخیرم قرار شما جلسه ای بذارید. آی مردم، تیر ماه قرار جلسه بذارن، همه بدونید باز دوباره این جلسه داره برپا میشه. همش خودشون. بابا دوتایی دیگرم جرأت داشته باشید، از بیرون دعوت کنید، من مادر رو دعوت کنید، این پدر رو دعوت کنید. خیلی خوب تصاویر خانواده ها رو دارید روی صحبت ها مشاهده میکنید، خانواده هایی که فرزندانشان به اسارت رفتن در فرقه رجوی، خانواده هایی که آخه اکثر آدم نگاه میکنی کلافه میشه، دختران و پسرانی که روزی امیدی داشتن و این روزها افراد میانسالی هستند در یک فرقه برای مزدوری علیه میهن. ادامه صحبتشون رو بشنویم. چند سال جبهه داری؟ امروز بدون جواب نمیری. تو هر وقت باشد همینجا هستی تا جواب بگیری. این برادر من است. 41 سال و 36 روز شد تا امروز پدر سکته کرده. با این حال، با این 41 سال، با یک تماس تلفنی حاضر، پدر آرزو داره فرزند در آغوش میکنه. جوانی پسرم رو گرفت، جوانی برادرم رو گرفت، پدرم انتظار داره فرزند در آغوش بگیره، اونم 41 سال. مرگ بر رجوی، رجوی مزدور، چه جوابی داری داری بگیر؟ عشق این مادرها رو چجوری میخواد پاک کنی؟ بخشی از این تصاویر رو در روی صحبت هم مشاهده کنید. افرادی که من یه چیزی دیدم چند وقت پیش، یک نکته دیدم از یک فردی که اخیراً عکس این سایبری های فرقه که در اومده بود این توی اون فضا دیده میشد، تو همون سایبری هایی که پشت میز نشسته بودن داشتن، مثلا یه عکس معروفی هست از فرقه رجوی، روی صحبت هم در مشاهده کنید. خانواده ایشان میگفتن که به شدت تلاش کردیم که
او را داشته باشیم در کنار خودمان. و او یک جایی با این آدم دیدار کردم، اون به شدت ضد خانواده شده. این چجوری اتفاق افتاده؟ دوستی برای من تعریف میکرد از همین جدا شده ها، توی سایت ها هم هست موارد این شکلی، اگر بخونید. میگفت نامه مینوشتم به خانوادم و خانوادم رو خیلی دوست داشتم، خانواده هم من رو خیلی دوست داشتن. بعد میگفت از یه جایی بعد وقتی نامه نوشتم دیدم خانوادم حرفای خیلی بی‌رحمانه‌ای به من میزنن. و میگفت برام سوال میشد، میگفتم آخه مگه میشه من این همه سال از کشورم دور بودم، تو منو ندیدی، تو من هیچ دیدا نشی، بعد تو این نامه داری به من فوش میدی؟ آخه مگه همچین چیزی میشه؟ تو باید دلت برام بسوزه یا تنگ شده باشه. من میگفت از اونجا بعد فهمیدم که باید از خانواده متنفر بشم. بعد میگفت زمانی که از فرقه خارج شدم متوجه شدم نامه هایی بوده که خود فرقه مینوشته به اسم خانواده به ما میداده برای اینکه ما مسئله رو طور دیگری بفهمیم. کجای دنیا خانواده رو برای یک انسان تبدیل به دشمن میکنن؟ آقا شما سراغ داری جایی رو؟ اخیرا من دیدم که این رهبر مسیحی های غرب اومده یک اظهار نظری کرده، پاپ اومده یک اظهار نظری کرده، گفته که من نگران هستم که آینده خانواده داره در غرب نابود میشه. یه خورده دیر نگران شدی به نظرم، اتفاقات خیلی وحشتناک‌تره اونجا. من حرفم اینه، اونم نگران شده برای آینده خانواده و خانواده هنوز براش مسئله است. تو کشور غربی هم نگاه میکنی همینطور خانواده مسئله است. فقط توی همچین جایی به نام فرقه رجوی که خانواده رو در ذهن فرد نابود کردن. آخه مثلا این بعد پای صحبت اینها میشینی میگن میخوایم به ایران آزادی بدیم. دمت گرم، خیلی خوبه، بهت آفرین میگم. الان تو آزادی در حق این که در حد این که یک مادر دیدار حضوری با بچهش داشته باشه نمیدی. اینا بچه‌هاشون اون تو ان اسیران شما هستن، میگه اجازه بده من دیدار بکنم، یه بار یه صحبتی باش بکنم. 41 سال فرزند رو ندیده، 41 سال برادر رو ندیده، اجازه دیدار حضوری به اینها داده نمیشه. اینها میخوان بیان برای ایران آزادی بیارن. خواهر منافق میخواد بیاد برای ایران آزادی بیاره. عضو ممتاز لشکر فارسی زبان ایران میخواد برای ما آزادی بیاره. باور کردنی هست؟ باور کردنی نمیتواند باشه. من پیرامون این مسئله خیلی صحبت نمیکنم، چون قرار نیست خانواده ها ابزاری باشن برای اینکه زور آزمایی بکنی با یک گروه تروریستی. من خلاصه حرفم اینه، باید برای این خانواده ها فکری کرد، باید برای مادرانی که منتظر فرزندانشون هستن. این مملکت در طول سالیانی که برش گذشته، از قاجارش بگیری تا پهلویش بگیری تا همین امروز، سختی زیاد کشیده و سختی زیاد دیده. مملکت ما فراز و نشیب های زیادی رو تحمل کرده. مادران ما اشکای زیادی ریختن برای این که پرچم ایران بالا باشه. مادران ما اشکای زیادی ریختن برای این که فرزندانشون رو ببینن در حالی که روی پای خودشون ایستادن. حق ما این نیست، حق مادران ما این اشکا نیست، حق خانواده ها این نیست که فرزندان خودشون رو در اسارت ببینن و تنها مطالبه شون بعد از 41 سال این باشه که برای لحظاتی بتونه فرزندش رو، ولی اینکه او خیانت بکنه به وطن، برای لحظاتی من بتونم ببینم. این حق ما نیست و این همه اتفاقاتی هست که این سالها کشور ما شاهدش بوده و ظاهرا ما محکوم هستیم به اینکه تجربهش بکنیم، تحملش بکنیم و با آن به جلو حرکت بکنیم. امیدوارم به زودی اخباری از این دست بشنویم که این خانواده ها و این مادرها موفق شدن فرزندان خودشون رو ببینن، با این فرزندان صحبت بکنن. خیلی ها چشم انتظار فرزندان به رحمت خدا رفتن، خیلی ها چشم انتظار بچه‌هایی که از بعضی از این بچه‌ها الان یه قبر مونده توی اشرف این ور اون ور، بعد روش هم زدن مثلا قهرمان چیچی. نگاه کن خود موتور اینو خودشون آوردن پایین، موتور اینو خودشون آوردن پایین. چرا؟ به خاطر اینکه از یه جایی به بعد فهمید که این بازی ایراد داره، این بازی نمیتونه درست باشه. از یه جایی بعد فهمید که چیزی به نام خانواده وجود داره، اتفاقاتی بیرون وجود داره. یکی از این بچه‌ها جدا شده بود از فرقه، بعد باهاش صحبت کردن، میگفتن که بهش گفتن که بر چی می‌خوای، از زندگی چی می‌خوای و حرف اصلی چیه. بعد از سالیان سال از فرقه جدا شده بود، یکی از بچه‌ها بود که داییش هم توی فرقه کاری بود، آدمی بود که در همون ساختار و اینا حرفای اساسی برای گفتن داشت. گفتش که فقط می‌خوام بتونم یه زندگی ساده داشته باشم، بتونم یه زندگی ساده داشته باشم. مسئله ازدواجش رو میگفت میخوام حل بکنم، بعد بچه داشته باشم و همین صحبت ها. آیا مثلا حقای بدیهیه که افراد در جاهای مختلف عالم باش روبرو هستن؟ از فرقه اومده بود بیرون، میگفت این حق میخوام برام قائل بشه، قائل چجوری بگم، اتفاق بیفته. این گروه تروریستی امروز از
آزادی برای ایران صحبت میکنه در حالی که بسیاری در بند او هستن. امیدوارم که به زودی شاهد آزادی فرزندان ایران باشیم. طول تش نمی کنم، فکر کنم تو همینجا کفایت میکنه. اگر جس و گرفته صحبت کردم، اگر کمی بی تمرکز صحبت کردم، به خاطر این هست که وقتی مسئله مادرها مطرح میشه و وقتی مسئله اشک مادرها مطرح میشه، تمرکز کردن روی سوژه ها بسیار سخته. من از این بابت از دوستان خودم عذرخواهی میکنم. اگه نکته او در قالب پیام برام بفرستین، خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم. وقتتون بخیر.